به نام خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال افغانستان لاورز خوش آمدید. در این ویدیو فواید مصرف روزانه سبزیجات را خواهید دانست، پس تا آخر این ویدیو ما را همراهی نمایید. شما می دانید که مصرف روزانه سبزیجات ضامن سلامتی شخص می باشد. مصرف سبزیجات از بروز بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی، دیابت، سرطان و چاقی پیشگیری می نماید. مقدار سبزیجات مورد نیاز بدن با توجه به راهنمای غذایی به طور کلی روزانه 200 گرم می باشد که این مقدار برای سالمندان بالای 70 سال و نوجوانان و کودکان کمتر است. بر اساس تحقیقات جدید رنگ سبزیجات در طبقه بندی خواص آنان نقش دارد. از این رو مصرف سبزیجات با رنگ های متنوع برای سلامت توصیه می گردد. در واقع رنگ ها در سبزیجات برای خواص منحصر به فرد آنها اشاره دارد. مصرف سبزیجات با رنگ های متفاوت امکان به دست آوردن بالاترین نتیجه را برای شخص ممکن می سازد و سیستم ایمنی بدن را قوی تر می سازد و موجب طول عمر بیشتر شخص می گردد. با مصرف سبزیجات از سرطان پیشگیری کنید. مصرف روزانه سبزیجات یک از عوامل مهم پیشگیری از سرطان می باشد، زیرا سبزیجات حاوی ویتامین ها و مواد معدنی هستند و دستگاه ایمنی بدن را قوی تر می سازد. سبزیجات نارنجی مانند هویج یا زردک دارای بتاکاروتین می باشد. بتاکاروتین رنگدانه است که در صورت نیاز بدن در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. این ماده بدن را در مقابل سرطان ها محافظت می کند. سبزیجات برگ سبز از ارزش غذایی بسیار بالایی برخوردارند. در این سبزیجات مواد مانند کاروتنوئید ها، ساپونین ها، لوتئین ها و فلانوئید ها یافت می شوند. این سبزیجات فیبر، فولاد و بتاکاروتین مورد نیاز بدن را دارا می باشند. از این رو این مواد بدن را در مقابل چند نوع سرطان حفظ می نماید. کرفس، اسفناج، بروکلی و جعفری از جمله سبزیجات برگ سبز می باشد. سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگی، هندوانه و کلم بنفش دارای انواع مختلفی از فیتوکمیکال می باشند. فیتوکمیکال ها اثر رادیکال های آزاد را از بین می برند. لیکوپین یکی از فیتوکمیکال هاست که پوست بدن را در مقابل اشعه خورشید محافظت می کند و کارکرد بهتر غده پروستات را در بدن موجب می گردد. سبزیجات خانواده کلم نیز از ارزش غذایی بالای برخوردار می باشند. به گفته محققان تغذیه این سبزیجات در پیشگیری از سرطان ها مؤثر می باشند. مواد به نام اندول موجود در انواع کلم در ایجاد خاصیت ضد سرطانی کلم نقش دارد. از سبزی های خانواده کلم می توان از بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل و کلم بنفش نام برد. اکثر سبزیجات دارای ویتامین سی فراوان هستند. ویتامین سی نقش مهمی در پیشگیری از سرطان ها دارند. ویتامین سی به وفور در سبزیجات مانند فلفل، بروکلی و گوجه فرنگی یافت می شود. سبزیجات حاوی مقادیر قابل توجهی از فیبر می باشد. طبق نظر متخصصان تغذیه فیبر موجود در سبزی ها در پیشگیری از سرطان روده بزرگ نقش اساسی دارد. فیبر قسمتی از سبزیجات را تشکیل می دهد که بدن انسان نمی تواند آن را هضم نماید. بنابراین فیبر به خودی خود خاصیتی ندارد. اما وجود فیبر در غذای مصرف شده کار دستگاه گوارشی را آسان تر می کند و سرعت تخلیه روده ها را بالاتر می برد. به این صورت که مواد سرطانزا با فیبر ترکیب شده و از بدن خارج می شوند. فیبر موجود در سبزیجات به رشد باکتری های مفید روده نیز کمک می کند. پیروی از رژیم غذایی که حاوی مقادیر زیاد مواد فیبردار باشد، ریسک ابتلا به سرطان روده را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد. تمام سبزیجات حاوی فیبر فراوان می باشد. البته باید اضافه نمود که مصرف بیش از اندازه مواد فیبردار در تغذیه عوارض و اختلالات را در جذب املاح معدنی به همراه دارد. رابطه مصرف سبزیجات و لاغری. سبزیجات دارای کالری پایین می باشد، در عین حال حجیم و سیر کننده می باشد و مصرف زیادی آنان در مقایسه با سایر مواد غذایی بسیار کمتر موجب افزایش وزن می شود. امروزه حدوداً یک سوم از مردم جهان با چاقی و مشکلات آن روبرو هستند. از این رو مصرف مداوم و روزانه سبزیجات و میوه ها برای پیشگیری از چاقی ضروری و اثر بخش است. با مصرف سبزیجات خطر دیابت را کاهش دهید. برعکس میوه ها، سبزیجات مخصوصا سبزیجات تازه قند بسیار کمی را دارا می باشند. قند در نوعهای متفاوت آن در بدن به گلوکوز تبدیل می شود و این پدیده موجب تغییرات در سطح قند خون می گردد و بنابراین دانستن مقدار هیدروکربن و در نتیجه قند برای بیماران دیابتی ضروری است. مصرف سبزیجات بالانس قند خون را بسیار کمتر از سایر مواد غذایی دچار تغییر و تحول می کند و موجب رسانیدن ویتامین ها و املاح معدنی به بدن می گردد. بنابراین مصرف سبزیجات در رژیم بیماران دیابتی و پیشگیری از بیماری نقش مهم را ایفا می نماید. سبزیجات حاوی فیبر، آنتی اکسیدان ها و املاح معدنی فراوان و ترکیبات دیگر می باشند و خطر پیشرفت دیابت نوع دوم و عوارض آن را کاهش می دهند. سبزیجات سرشار از منیزیم هستند و منیزیم در فعالیت انسولین نقش مهم را ایفا می نماید.
سطح منازیم معمولاً در بیماران دیابتی پایین است. سبزیجات دارای برگ سبز مانند اسپناج منبع خوبی از منازیم هستند. با مصرف سبزیجات از بیماری قلبی پیشگیری کنید. چربی موجود در سبزیجات بسیار پایین است و سبزیجات فاقد کلسترول می باشند. بنابراین مصرف آنان برای سلامت قلب تجویز می شود. رژیم غذای چرب احتمالاً مبتلا شدن به بیماری های قلبی و عروقی و سرطان را افزایش می دهد. پتاسیم یکی از املاح معدنی مهم برای بدن است که فعالیت بسیاری از انزایم های بدن به وجود آن وابسته است. کمبود پتاسیم در بدن می تواند زمینه ساز حملات قلبی باشد. پتاسیم روزانه مورد نیاز بدن از طریق مصرف روزانه سبزیجات به دست می آید. سبزیجات مانند جعفری، کرفس، لوبیا، سبوس گندم و سبز زمینی منابع خوبی برای تامین پتاسیم و در نتیجه سلامت قلب می باشد. یکی از مهمترین خاصیت سبزیجات سبز رنگ مانند بروکلی و اسفناج در اثر بخشی آنان بر سلامت دستگاه گردش خون می باشد. سبزیجات حاوی فولاد می باشد. فولاد در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی مفید است. به همین دلیل به افرادی که یک بار دچار سکته شده اند مصرف مرتب کلم تجویز می شود. این خاصیت در کلم بنفش به علت لیکوپین موجود در آن چند برابر می باشد. این بود فواید مصرف روزانه سبزیجات. امیدوارم که از این ویدیو بهره برده باشید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.